یو اینجا تهرانه. تهرانه یعنی شهری که هر چی که توش میبینی باعث تحریکه. تهران یه کمدینه، بازیگره، یه آرتیسته که امروز بیشتر باهاش آشنا میشیم. My name is Tehran. You might not know why you're here. They might have held you hostage and made you come. I don't know. قبل از اینکه حرف بزنیم میکروفونتو واسه من. امروز تو یه تجربه جدید داری به خاطر اینکه یه ایرونی که لهجه اصفهانی داره داره با تو حرف میزنه. بخی بیای بشینی پیشم که نمیشه دانی میتونم آخر دیونه میشم حج خانم دسته. پس خیلی چیز داره ممکنه متوجه نباشین. آره بپرس ازم. باش ازم میگم نه ترس من اصلا تو 8 9 10 صدا میاد. بیوتیفول خوب شد عالی. همین هم گوپرو. اینا هم گوپرو. اینا خاموش کردم هنوز روشن نکردم. اینو بعد روشن کنم. روشن کنی چند تا کار با هم آخه نمیشه که کرد. یه لحظه صبر کنیم اینجا اون داره ریکورد میکنه. خب ساختار این برنامه فرق داره. خب یعنی مشکلاتی که تو برنامه به وجود میادم بیننده میبینه. خیلی خیلی راحته دیگه. بذار یه بار ما پشت صحنه رو با صحنه همه رو با همشون بدیم. این برنامه اسمش هست اشغوحال. اشغوحال. خب بریم عشق کنیم، حال کنیم دیگه. بچه‌ها تو ماشین نشستیم. ما هر دفعه می‌خوایم اشغوحال نشون بدیم، اشغوحال‌های مختلفو نشون بدیم. ببین من ساعت 5:30 صبح هر روز صبح زود پا میشم. به این میگن اشغوحال. بیام تو طبیعت، درخت، خوشگل، هوا آزاد، صدای پرنده ها. باید حال کنه آدم. این اشغوحاله. تو تهران اشغوحال یعنی این. از کنو من برم بیارم. هر چه که میخوای دیگه اینجا دیگه باید پارک کنی اگر میخوایم پیادشیم. خب اینه بگه طرف خوده. راحت. میریم سمت راست. ببین یه جوری این دوربینه بگی جلو اون کادر نگیره. ببین من که کارگردان نیستم. یه آرتیست، یه آرتیست باید بدونه که دوربینش کجاست. تو باید حواست باشه. آرتیست نیستم. I have a dream that I refuse to be boxed in by the boxes on forms they have me check. Climb out through intellect and accomplishment and represent for my people. یه آرتیست تهران. من یکی تنبل نمیخواستم بهم سخت کار کنم. اینو بگی بس. اینو بگی بس. آفرین. ببین تو الان داری اینا اینجوری بکنی. تو الان داری از سه زاویه اینجا نگاه میکنی. کجا میری؟ میشه به من بگی که کجا دور بزنی؟ هر جا خواستی اینجا همش جای پارکه. همه جا میتونی پارک کنی. راحت بریم اونجا. از کجا برم پارک کنم؟ خب هی پارکینگ ها رو برات میکنی. تو بگو الان کجا. هر جا میخوای اینجا همش پارکه. من میگه هر جا میخوام. من بلد نیستم اینجا را تهران. هیچ کس بلد نیست. این دفعه اول هم اومده. تو اینجا به دنیا اومدی. اگر اینجا هم به دنیا من تا حالا اینجا نیومدم. از هر کسی میپرسم که از نظر تو اشغوحال یعنی چی؟ مثلا دیروز به ایرانی گفتم که اگه یکی به تو بگه بریم اشغوحال کنیم کجا رو انتخاب میکنی؟ میگی بریم کجا؟ گفت میرم میشینم سریال میبینم تو خونه تخمه میشه. خودم هم همین رو میگم. می اینا رو میپرسی بخاطر اینکه اونا که هیچ نمیرم بیرون میگن آره. خب میخوایم بریم بیرون. آره. ماها که 24 ساعت بیرونی هی میریم گردش و میریم پارتی و کنسرت و همینا میخوایم تو خونه خودمون باشیم. اشغوحال یعنی با دارش به شکت بیای شمال تو این هوایی که یه دونه باشه. حالا خود کلمه اشغوحال بعضی ها فکر میکنن منفیه. تا میگیم بریم اشغوحال کنیم تو ذهنشون یه جرقه میفته که نکنه برن کار منفی بکنن، کار خلافی بکنن. خیلی آخه خیلی ها اصلا میرن طرف اون. آره. به خاطر این میگن اشغوحال میرن مثلا مواد مخدر. نمیدونم چرا فکر میکنن یه چیزی هست تو فکر ما تو خیالمون گذاشتن که عشق و حال کردن فقط پارتیه. I found
hungry for the power. I'm hungry. خب پارتی نیست. بهترین اشغال واسه من یکیه که همین که بشین دور هم جمع شدن، خب یک جای مثلا مهمونی کوچولو با هم دیگه بتونیم مثلا صحبت کنیم. حالا یه موزیکی هم بزنیم، هر کسی هنری هم داره اجرا کنه، اگه تو لطیفه و جوک میتونی بگی تو اون مهمونی بگی و بقیه رو بخند. من نصف آمریکایی نصف ایرانی هستم. خب دست زدن نمیخواد تو تهران نصف ایرانیه. همه عشق حالی یعنی اینکه یه انرژی مثبت و خوب به وجود بیاری. وقتی که مامان بابا بهت میگن 100 بار بهت زنگ زدیم، یعنی یک بار بهت زنگ زدن، یک بار بهت زنگ زدن گوشی تو بر نداشتی. چی میشه مسیج میذارم برات؟ ما اولا زنگ میزنه اینطوری، اولین مسیج چجوریه؟ اولین مسیج is like سلام تهران جون، منم پدرت هستم. مثلا صداشو الان 27 سال نمیشنم، بله منم پدرت هستم تهران جون، وقت کردی لوت کردی زنگ زنگ نمبر 1 مسیج، نمبر 1 نمبر 2 بازنگ، چون بل فاصله بازنگ میزنه، it's not like پنجه به سمه میکنه، همون بازنگ میزنه. تهران جون منم باز باباتم ببین یادت باشه من پدرتم، زنگ بزن خونه کارت دارم. پنج دقیقه نشده باز زنگ بزن تهران جون، زنگ بزن خونه چی شدی؟ مسیج پلیز ویر مسیج تهران اتفاق افتاده؟ داره مثلا مسیج داره سوال میدونم، من نمیتونم جواب بدم. حالا بالاخره ما زنگ میزنیم خونه، وقتی که تلفن پدر مادر زنگ میخوره چجوری نگاه میکنم؟ همش سه نفر شماره تو تلفنت داری، یا منم یا مامان یا خودت. موبایلت چیه؟ موبایل من سامسونگه. باید عوضش کنی، میدونی که اکسپلود میکنه میتره که جدیداش میگن من بابا بیا آیفون استفاده کن، من 4K میگیره. اگر تلفن های چپ برم راست برم راست، اگر تلفن های سامسونگ مفجر میشد خوبی سامسونگ میرفتن تروریست ها میرفتن سامسونگ نداره. من نمیدونم چرا هر کسی که آیفون داره اصرار داره همه برن آیفون بخرن. خوبه وقتی یه چیز خوبه من دوست ندارم. من این تلفنی که دارم یه توضیح خیلی دوستانه بدم. آقا وقتی ما ایرونی ها دوست داریم یه چیز که خوبه به بقیه هم بگیم اونام لذت شده برن. اتفاقا زندگی اون اشتباس ایرونی تو اگه الان یه دفعه نفست بالا نیومد طعم استفاده از آیفون اصلا لذتشو نکردی نبردی. من استفاده کردم دوست نداشتم اولا. دوم من اینه که ایرونی ها اگر اتفاقا اشتباه گفتی اینو، اگر ایرونی ها اگر واقعا دوست داشتن به هیچ کس نمیگفتن، واسه خودشون خصوصی نگه میداشتن. اما خارجی ها میگن، خارجی ها میگن. و ایرونی حالا اینو بگی دستت همینه، تا کوچیک‌تر هم هست. بذار من توضیح بدم، من نمیذارم که من حرف بزنم. چه الان دو تاشو بگی دست. خب الان بگی بالا دور بین ببینی. خب این چیه؟ این آیفونه. بچرخونش. خب بچرخونش ببین کدومش یوزر فرندلیه، یعنی کدومش با رفیق تره. جفتش خود و وکیله اصلا اسمش فرق نمیکنه. رفیق نمیخوام، تلفن میخوام. تلفنش یه لحظه حرف من تموم بشه. اون سامسونگ این آیفونه درسته؟ خب اونه سامسونگ هم دستت داری مسیج میدی وسط مصاحبه. میدونی که میتونی با این اصلا دستش نزنی باش حرف بزنی. میشه مال منو میدونی، به من مساج هم میده، به من دارم پشت همون مساج میکنم. حالا این آیفون 7ه 4K میگیره، دوربینش خیلی خوبه. با چیش کو؟ با چیش میتونی الان در بیاری ببینم؟ باتری؟ آه با چیش نیاز نداره. آه باتری نمیتونی؟ نه نیاز نداره باتری. باتری خودش باتریه، خودش همه چیه. اینجا این اضافه است، بچه بازیه، یه چیز اضافه. بازم کلکل کلکل یه چیزیه که بین ما ایرانی ها مرسومه و بدون اینکه خودمون بفهمیم روزی 100 دفعه با همدیگه کلکل میکنیم. با کلکلمون نباید همدیگه رو آزار بدیم و به همدیگه بی احترامی کنیم. قراره عشق و حال کنیم.
یه چیز اضافه است که جای چیزی به خودت بس کنی راه بیاری. خب به اضافه است مموریشو میتونی عوض کنی؟ افکورس میتونم عوض کنم همه چیشم عوض کنم. مموریش کجاست؟ من نیاز نوست به من سرویس میدم. مموری من کار به من سرویس میدم به تو سرویس نمیدم. این خودت کار خودت انجام بده. من میگیرن ازم میگیرن سیاشیش که بهم میدم. این خوبه. ببین یکی یکی تو بگو من جوابتو میدم. این آیفونه. حالا من اوباما آیفونه و خیلی خوبه. همه میدونن همه میدونن. نمیدونم چطور نمیدونی. عشق و حالم عشق و حالم دیدن یار غم انگیز من. دارمید این جلسه من اشتباه کردم. این جلسه مخصوص تو نیست. این جلسه من مهمونه دیگه دارم. داشتم با من حرف میزدم یه دفعه تو اومدی. آن راست میگی؟ من چه چیکار میکنم پا؟ الان چیکار کنی؟ الان هیچی دیگه. چرا اصلا اینجایی تو؟ اولیک داره این میگیره پایی چه خبرم بایی مو الان تو کجا هم؟ آقای من ببخش آقای شرمندم من تو برنامه شما تقصیر این بودم من مقصر نیستم. رانندگی میکنم هم دارم دوربینا رو حواسم از چراغش روشنه هم دارم حواسم از به تو چی بگم اصفهانی هم باید حرف بزنم. پدرت کجای ایرونه؟ بچه تهرانه دیگه. بچه تهرانه چه تهران شده دیگه؟ اسم بچه هم گذاشته تهران. اسم بچه هاشو گذاشته تهران. ببینیم خب خودش بچه تهرانه. اسم بچه هاشم گذاشته تهران که من خدا رو شکر میکنم که بابام بچه قزوین نبوده اسم من رو بذاره قزوین. ولی حالا که گذاشته تهران منم به تهران و ایرونی بودنم خیلی افتخار میکنم. یه چیزی که تو آمریکا زیاد راحت و آسون نیست افتخار کردن و ایرونی ها خودشون اونا که جفت پدر مادر ایرونی هستن من دو برابر از خیلی از اونا من بیشتر افتخار میکنم به ایرونی بودن. And I got jokes. I don't have problems at the airport. Like when I go to the airport, it's not the same thing. Cause I look American, I look black. So when I go, they're like, nigga, you good. Like they just let me walk through. They don't even ask questions. You know what I'm saying? My dad goes to the airport, they give him so much. He has so many problems at the airport, but he brings the problems on himself. He does it to himself because he tries to do stuff you know you're not allowed to do. My dad still tries to bring water on the plane. There's a big sign, no water, and every time they make him throw it away, he gets so mad. He brings things. He brings this like 5-ton pound of Pond's cream. I don't know, uses Pond's. Then he brings water, and they make him throw it away. He gets so mad. One time we're going to airport, I'm like, Bubba, you can't take Ob with you. You can't take water. He's like, it's okay. Takes the bag. The guy's like, sir, you can't take the water with you. He's like, I don't know. What do you mean? It's like, sir, there's bottles of water in your bag. You can't take them with you. True story. My dad's like, it's not false here. The guy takes them out. My dad had frozen the water the last night. He's like, it doesn't say no ice. It does not say no ice. دست راسته هم خودتون میاد تو کارت هم منم اینجوری آفرین بایی کم سعی کن تصویر خوبی بدی که بچه ها راضی بشن.
ایرونی هم بودم کمک کنم چقدر آرد میدیه تون را بیا یواش برو اینو نگردار اینو ضبط کن من نمیخوام دیگه نمیخوام رو برنامه باشم اینجا سانتا مونیکا پیره با تهران عشق و حال پشت من هم تو که میبینی دوست عزیز داره میرخصه هم عشق و حال داره میکنه هم داره پول در میاره این هم دارن عشق و حال میکنن عشق و حال این هم رقصیدنه وقتی هنر من با هنرش تو رو داره سرگرم میکنه تو بعد پول بدی بهش این باکس که جلوش بودهش هم توضیح میدادم که مردم پول میریزن توش داریم اشغال های مختلف رو نشون میدیم تو برنامه اشغال نشون میدیم آدم های دنیا هر کدومشون اشغال ها چجوری معنا میکنن تهران هم داره جلوش ازش فیلم میگیره ما الان کات میزنیم تو اون دور بیم ببینیم اون چی میبینه من دوست دارم نگاه میکنم مردم رو دوست دارم بیشتر نگاه کنم تا جای دیدنی خیلی دوست داره مردم رو ببینه عشق حال براش که مردم رو ببینه آره خب اینم میتونه یه عشق حال باشه دیگه اینکه با نقطه نظرات بقیه آشنا بشی ببینی بقیه چجوری زندگی میکنن ببینی بقیه چجوری عشق حال میکنن ببینی بقیه دنیا رو چجوری میبینن در صورت تو این برنامه اشغال برای من اومدن اینجا اومدن اینجاست اومدن توی این نقطه از کره زمین که یه پرنده پشتم وایسه و برای قشنگ تر کردن این برنامه خودش نشونه من بده سعی کنیم خوب باشیم خوشحال باشیم از چیزایی که داریم لذت ببریم و حال اشغال برای من اومدن به اینجا یه منظره خوب یه هوای خوب، یه موزیک خوب عشق و حالاتون رو فیلم بگیریم تو دو دقیقه، سه دقیقه ادیت بکنیم به عشق و حال برتر جایزه بدم عشق و حال یعنی داداش بزرگت تو رو هم با خودش ببره شمال اشغال یعنی که تعطیلات آخر هفته با پسر خالت جاده بالا بری شمال اینه